اسرائیل از کشف چهارمین تونل نفوذی حزب الله مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران خبر داده است. حزب الله از این تونل‌ها برای حمله به اسرائیل استفاده می‌کند. جزئیات بیشتر را در گزارش یگانه عرس باران می‌شنویم. ارتش اسرائیل می‌گوید یک تونل دیگر مورد استفاده در حملات حزب الله لبنان را کشف کرده است. این چهارمین تونلی است که حزب الله مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران برای ورود به قلمرو اسرائیل در خاک لبنان ایجاد کرده بود. اسرائیل میگوید قصد حزب الله از ایجاد این تونل‌های نفوذی استفاده از آنها در حمله‌ای در آینده بود، اما ارتش برای نابود ساختن آنها پیشاپیش وارد عمل شده است. اسرائیل همزمان با این عملیات به گروه پیکارجوی حماس مستقر در غزه علیه عملیات تروریستی هشدار داده بود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در جلسه امروز کابینه آن کشور گفت پیام روشن و قاطعی به حماس داده است که کشورش آتش بس در غزه را همزمان با اقدامات تحریک‌آمیز تروریستی در محله‌های موسوم به یهودا و سامره در کرانه غربی رود اردن را نمی‌پذیرد. اعطی مسیر برون لحماس. من پیام روشنی به حماس دادم. ما آتش بس در یهودا و سامره در وضعیت فعلی را نمی‌پذیریم. روشن‌تر بگویم، تا وقتی که وضعیت در تحریک ترور در یهودا و سامره باقی است، آتش بس در غزه را نمی‌پذیریم و باید بهای سنگینی بپردازند. اسرائیل حملات در کرانه غربی رود اردن را در جستجوی عاملان دو حمله مرگبار اخیر در آن منطقه شدت داده است. یگانه عرس باران، صدای آمریکا.